شروع کنیم درود بر اعضای کانون و دیگر دوستداران من محبش سهرابی مجری برنامه این هفته نهم سپتامبر 2024 برابر با شهریور برابر با 20 شهریور 1403 از طرف خود و کانون دوستداران فرهنگ هنر ایران به شما و سخنران امشب خانم نیترا شاه مرادی خوش آمد میگویم. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم از آقای فرشید مقیمی خواهش میکنم برنامه های آینده کانون رو اعلام کنند. با تشکر برنامه امروز کانون که همین 9 سپتامبر هست 20 شهریور بعدا خانم سهرابی اعلام میکنن دوشنبه 16 سپتامبر 27 شهریور تاریخ مجازات اعدام سعید توفیقی دوشنبه 23 سپتامبر سوم مهر نگاهی به کارنامه شکست خورده ساواک و پرویز ثابتی محسن رزوانی دوشنبه 30 سپتامبر دهم مهر چه کسانی ایران را تسلیم خمینی کردند بررسی مقدماتی نقش شخصیت ها و گروه ها و اهمیت آن برای جنبش دموکراسی خواهی امروز ایران دکتر حمید اکبری هست من از خانم محشید پورزیایی عضو هیئت مدیره خواهش میکنم که پیام کمیته حقوق بشر کانون رو قرائت کنم با درود دوستان و یاران کانون در آستانه دومی سالگشت انقلاب ژن جیان آزادی بیانیه مشترکی از طرف تشکلهای دانشجویی و دانشجویان از سراسر کشور به این مناسبت داده شده است کمیته حقوق بشر کانون توجه شما را به بخشهایی از این بیانیه که متن کامل آن در سایت کانون موجود است جلب می نمایم. در روزهای پایانی شهریور 1401 بعد از قتل حکومتی محسا ژینای عزیزمان موج عظیمی به حرکت درآمد و سراسر کشور را در کمتر از یک هفته و کل دنیا را در طول کمتر از یک ماه در نبردید زن زندگی آزادی را تبدیل به سه کلمه نمادین و معنابخش به زندگی ده میلیون انسان تحت ستم حکومت جمهوری اسلامی در ایران کرد و سرآغاز انقلابی به نام انقلاب زن زندگی آزادی گردید انقلابی که از همان ابتدا به دلیل درجه بالایی از مدرنیست و انسانگرایی که در خود داشت توجهات جهانیان را به خود جلب کرد انقلابی که شعارش را از همان روزهای آغازین در هر گروه و جنبش و نهاد و تشکل و سازمان و حزب سیاسی پیشرو و مدرنی شنیدیم انقلابی که نه تنها جامعه معترضه ایران را یک صدا کرد بلکه معنای عملی زندگی میلیون ها انسان را هم به ضرورت بازگشت ناپذیری دگرگون نمود. دو سالگی این انقلاب آینه تمام قد مبارزه پیگیرانه نسل ما علیه حکومت زور و تحمیل و سانسور است. مایی که معنای عملی آزادی را در آزادی های بی قید و شرط سیاسی آزادی بیان و اندیشه و عقیده و تحذب جستجو کرده و می کنید مایی که برای آزادی و رهایی انسان در تمام ابعاد سیاسی اجتماعی و اقتصادی می جنگی. بله این انقلاب حتی دو سال پس از متولد شدنش همچنان در حال جنگ سنگر به سنگر با حکومت جمهوری اسلامی است همین روزها که جمهوری اسلامی برای به عقب راندن انقلاب در ایران خاورمیانه را به آتش کشیده شاهد هستیم که زندان شکنجه اعدام هرگز اثر نداشته اعتراضات گسترده مردمی حکومت را احاطه کرده کارگران بازنشستگان و پرستاران تجمعات و اعتصابات بزرگی علیه رژیم سازمان دادهاند زنان سر سوزنی عقب ننشستند و در جنگ برابر حکومت زن ستیز مبارزه و ایستادگی را با زیست روزمره خود پیوند زدند جنبش علیه اعدام در سطوح مختلفی به پیش می رود و پیش قراولان این جنبش عظیم زندانیان بند زنان اوین و زندانیان ده ها زندان مختلف هستند که حتی در اعماق سیاه های حکومت اعدامی صدای مرگ بر حکومت اعدامی آنها و اعتصابات رو به گسترش آنان به گوش جهانیان رسیده است ما دانشجویان به عنوان یکی از جنبش های سیاسی جریان ساز و مؤثر انقلاب زن زندگی آزادی لازم می دانیم. در آستانه دوم سال روز آغاز این انقلاب عظیم انسانی بار دیگر ضمن تاکید بر مبانی سیاسی این انقلاب که در دو منشور مطالبات حداقلی و منشور مطالبات پیشرو زنان ایران تبلور یافته اعلام کنیم که برابر این حکومت ضد انسانی ایستاده ایم و پرتوان و محکم برای به چالش کشیدن دائمی این حکومت و نابود کردنش مبارزه خواهیم کرد. کلام آخر نمی بخشیم نه فراموش میکنیم نه اظهار پشیمانی میکنیم نه میترسیم و نه از راه رفته بر میگردیم ما به راهمان ادامه میدهیم و همگان را نیز به برگزاری دومی سال روز آغاز انقلاب زن زندگی آزادی به طور همبسته سراسری و همگام در داخل و خارج کشور علیه حکومت جنایتکاران و بهوش اسلامی فرا میخوانی گرامی باد یاد محسا ژینا امینی و همه کشته شدگان راه زن زندگی آزادی نامشان زمزمه نیمه شب مستان باد تا نگویند که از یاد فراموشانند سپاس از توجه شما به پیام بیست تشکل و فعال دانشجویی با سپاس از خانم محشید برنامه رو ادامه میدیم سخنران این امشب ما خانم میترا شاه مرادی هستند موضوع سخنرانی احساس کردن به زبان مادری نگارش به زبان بیگانه و همراه شیرخانی خانم شاه مرادی نقاش و شاعر متولد آبادان از سال 1979 ساکن وین هنرمند آزاد در وین برگزاری نمایشگاه و شب شعر و سخنرانی معلف چندین کتاب فعالیت بین فرهنگی و زنان در وین عضو, عضو رسمی انجمن قلم و کانون نویسندگان اتریش و انجمن هنرهای تجسمی اتریش خانم شاه مرادی خواستم فقط توضیح بدم بعد از سخنرانی شما به پرسش و پاسخ و بعد از سخنانی شما به پرسش و پاسخ و نظرخواهی شرکت کنندگان میپردازید و سپس در انتها به شما گوش خواهیم کرد چون موضوع صحبت شما بیشتر یک تجربه شخصی از ممکن است سوالات و یا نظرات زیادی را شرکت کنندگان مطرح نکنند بنابراین آمادگی داشته باشید که در صورت لزوم وقت شیرخانی خود را افزایش دهید با سپاس از شما خواهش می کنم که بفرماییم و شروع کنید در ضمن ما به سخنران پنجاه دقیقه وقت میدیم و اگر لزوم, لزوم داشته باشه به شست دقیقه ادامه شست دقیقه میدیم خواهش میکنم بفرمایید خیلی متشکرم شبتون بخیر البته در ویان الان نزدیک ساعت دوی صبحه روز بعده ولی من خیلی از شما تشکر می کنم به خاطر صحبتتون و از کانونتون که من رو دعوت کردین و این امکان رو به من دادید خیلی خیلی خوشحالم صحبت من همونطور که شما فرمودید یک در واقع از تجربه شخصی منه ولی خب برای آدم هنرمند یا به هر حال کسی که با فکرش کار میکنه با ذهنش کار میکنه تجربیات شخصی هم نوعی تجربه اجتماعی میشن و فکر میکنم شاید صحبت هایی که من در این باره بکنم برای بعضی افراد دیگه هم ملموس باشه با یک شعر شروع میکنم و بعد ادامه میدم به زبانی می نویسم که تو می دانی بی آنکه بخوانی بی آنکه بشنوی به زبانی سخن می گویم که آسمان در بالاترین و آتش در جرفترین می شنوند به زبانی می نویسم که ماه و آفتاب درخت و پرنده درک می کنند به زبانی حکایت می کنم که آب، باد، آتش و خاک حس می کنند. می گویم می نویسم و تو میدانی به فارسی حس کردن و به آلمانی نوشتن در دو دنیا زندگی می کنم، با دو زبان می نویسم، از دو فرهنگ الهام می گیرم و شاید در هر دو بیگانه هستم از من سوال میشه میپرسند که تو به چه زبانی فکر می کنی به چه زبانی خواب میبینی؟ به چه زبانی با فرزندانت صحبت میکنی؟ هیچ کس ولی نمیپرسه به چه زبانی حس میکنی؟ نمیدونم احساس زبان نداره؟ من فکر میکنم داره ولی خیلی مشکل ثابت کردنش شاید با منطق نمیشه توجیهش کرد ولی آ... من اینو میدونم که احساس من به فارسیه به نظر شاید عجیب و معنی بیاد ولی برای خود من روشنه این مسئله این حس فارسی رو ولی به یک زبان دیگه من بیان میکنم در نگارشم و خیلی خوب اتفاق میفته یعنی خیلی مسئلهی پیش نمیاد در این مورد حتی شاید گاهی اوقات راحتتر از نوشتن در زبان مادری می باشه نه به این دلیل که به زبان جدید مسلط تر باشم تا فارسی اما ارتباطم با آلمانی کاملا یه ارتباط دیگه است تا ارتباطم با فارسی و همین باعث میشه که شاید حتی میتونم بگم مثل بچه ها که نقاشی میکنن و فکر نمیکنن راجع به چیز مشخصی یعنی یکم آدم بیا من در هر صورت تا یه حدی خودم آزادتر حس می کنم این اتفاق اما به خودی خود افتاد یعنی من تصمیم نگرفتم که این کار رو انجام بدم به خاطر همین که راحت راحتترم یا آزادترم یا هرچی این اتفاقی بود که افتاد سالهای خیلی دور زمانی که هنوز تو ایران زندگی می کردم و خیلی جوانتر از الان بودم گاهی شعر می نوشتم البته خب طبیعه که به فارسی اوایل دوران زندگیم در وین هم گاهی می نوشتم ولی رفته رفته خودش رو از من کنار کشید نوشتن حالا نمیدونم علتش چی بود یعنی اون موقع نمیدونستم حالا خب تقریبا میدونم یا لاقل بعدا متوجه شدم ولی نوشتن هی از من کنار کشید یه جوری ولی متوجهش نبودم حواسم بهش نبود دقیق ولی به هر حال گرفتار مسائل دیگه بودم ولی دوران خیلی طولانی اصلا نمی نوشتم و نیازش بود اما نمیدونم موتورش نبود یا یه چیزی کم بود به هر حال نمی نوشتم یک موقعی رسید تقریبا حدودای 20 سال پیش بود که این نیاز دوباره خودش رو خیلی شدید نشون داد و من همیشه به هر حال چون این شانس رو داشتم که نقاش بودم و نقاش هستم و نیازهام یا افکارم یا ذهنیاتم رو با نقاشی میتونستم بیان بکنم خود به خود نوشتن خیلی اونطوری جاش خالی نبود اما این دفعه خیلی خودش رو شدیدن دیگه نشون میداد و من متوجه شدم که دیگه فقط با نقاشی نمیتونم اینو جبران بکنم این نیازی که توی وجودمه حالا به خیلی دلایل بود این مسئله و این میل به نوشتن خودش خود به خود تصمیم گرفت که آلمانی باشه من تصمیم نگرفتم یعنی عمدی نداشتم در واقع ولی این اتفاق افتاد و منم اونو پذیرفتم گفتم خب حالا میتونم بنویسم و خوشحالم که دوباره میتونم بنویسم به هر حال و دسترسی به این به این انصر به این نمیدونم میدین میشه گفت حالا به فارسی شو میخواستم سعی کنم بگم دسترسی پیدا کردن دوباره به این امکان خب خیلی بر من خوشایند بود و هست هنوزم و برام دیگه زیاد تفاوتی نمیکرد که این نوشتن به یک زبان و به یک خط دیگه هست اینو ما در نظر بگیریم که این خیلی خیلی توی زبان ما مهمه ما خطمون هم یه خط دیگه ای و یعنی این تصویری که من از نوشتن دارم هم تصویریه که فرق داره با تصویری که به فارسی باشه یا من تو ایران می نوشتم به هر حال حالا به هر حال چون من نقاشم هستم شاید این بیشتر توجه همو جلب میکنه زبان مادری یا زبان پدری اولین زبانی که فرد یاد میگیره میشنوه یا صحبت میکنه یاد میگیره که صحبت کنه یا ایجاد ارتباط با افراد بکنه یک ارتباطیه که در واقع یه هویت به آدم میده یا یک یه چیزی چی میگیم بهش یه یک وسیله جمعیه در حقیقت و به همین دلیل هم این مسئله هویت میاد وسط ولی زمانی که ما یک جای دیگه زندگی میکنیم و اون ارتباطات کارها کارهای روزمره شغل حالا هرچی که هر کسی در اون کشور جدید داشته توی به یه زبان دیگه ای اتفاق میفته ما یه زبان دیگه ای میشنویم نه اونی که تو کشور بسیلا اون محل زادگاهمون داشتیم این فضای جدید و زبان جدید شرایط دیگه ای ایجاد میکنه آهنگش جدیده نوعش جدیده یعنی متفاوته وقتی هم حتی یاد میگیریم یعنی من اگه دارم تو خیابون تو وین را میرم محال ممکنه که یه از اون بر خیابون به اون بر خیابون یکی داد بزنه حالا اسمال یا مثلا تو خونه نشستم این فروشنده هایی که تو خیابون های تهران با ماشین حالا قبلا ها ماشین حالا با ماشین رد میشن میگن یعنی نمیدونم خربوزه داریم سیب زمینی داریم خیلی چیزای عادی زندگی خود به خود یه شکل دیگه پیدا میکنه و با اون فضا من دیگه یعنی تو این فضا نمیتونم اون فضا رو ایجاد بکنم برای خودم فقط اینا خاطره هن. فقط اینا رو میدونم فقط اینا رو به عنوان خاطره دارم خوشم میاد یا میشناسم یا جالبه ولی با زندگی روزمره من دیگه یکی نیست خیلی فضا فرق کرده و اون چی فضایی که توی محیط الانم دارم اون میتونه فقط به من یک انگیزه بده یا اون چیزی رو که میخوام بگم در رابطه با این فضا میتونه باشه و همین دلیلم شاید طبیعیه که اتفاق افتاد که من دیگه به فارسی نمی نوشتم یعنی اصلا نمی نوشتم چون شاید هنوز آلمانی برام اونطور با آلمانی اخت نبودم ولی فارسی فضاشو نداشتم و اینا رو خب اون موقع نمیفهمیدم الان بعدا متوجه این مسائل شدم بعد از سالهای زیادی که کم کم به محیط آشناتر شدم واقفتر شدم و در کم از عادات و حالات و حالات گفتن و حالات حرف زدن محیط و بین مردم بیشتر شد هی hey, به اون خب یواش یواش فو گرفتم همه این اتفاقا همطور که میگم آگاه هم نبود یه جوری مثل اینکه تونی ناخداگاه هم اتفاق میافتاد خوب گرفتم به یک زبان جدید به یک زبان دیگه اه اه معنای وابستگی و معنای زبان مادری رو یکم تغییر میده یعنی من فکر میکنم یه موقعی آدم متوجه میشه که خب زبان مادری من اینه آیا زبان مادری من زبان مادری نسل بعدم هست و در شرایطی که خب آدم توی محیط خودش زندگی نمیکنه تو همون محیط نیست فرزندانش نیستن در نتیجه این مسئله که زبان مادری چه جایی داره برای من شروع کردم یعنی برای من اتفاق افتاد که کم کم هی راجبش فکر بکنم جالبه چون من با هر دو تا بچه هام هر با فرزندام فارسی حرف می زدم از اول یعنی اونا از بد همون موقعی که به دنیا اومدن از موقعی که یعنی زبان فارسی رو میشنیدن از من و با من صحبت میکردن و یاد گرفتن حتی بعدا که بزرگتر شدن یکم خوندن نوشتنم سعی کردن یاد بگیرن ولی من متوجه شدم که وقتی که میرن بچه ها به کودکستان و بعد به مدرسه زبان بازیشون هنوز کوچیکن تو کودکستانن اما زبان بازیشون با بچه های دیگه باید زبان زبانی باشه که اونجا بتونن انجامش بدن و بعد متوجه می شدم که خیلی جالبه که بچه های من با من رو عادت فارسی یعنی تک تکشون با من فارسی حرف می زدن اما خودشون با هم آلمانی حرف می زدن و این تا امروز وجود داره که هر دوشون خیلی الان خب دیگه بچه نیستن و این اینا چیزایی بود که من متوجه شدم کم کم می دیدم این چیزا رو و خود به خود اه، اه، یه اه، تغییراتی بود یعنی اون زبانی که حاکم توی اون محیطی که آدم زندگی میکنه خود به خود توی تمام بخشای زندگی آدم حاکم میشه چون قدرتشو داره خود به خود این اتفاق میفته حتی آدم با هموطنهای خودش ارتباط داشته باشه صحبت کنه به فارسی حرف بزنه حالا چه با بچه هاش من بر بچه هم حتی کتابای فارسی رو میخوندم کتاب های بچه فارسی ولی یه موقعی میگم این یواش یواش دور میشه ازشون و حتی برای خودم این دور شدن رو میدیدم و حس میکردم نه اینکه که من از زبان فارسی دور شده باشم چون من دائم کتاب میخوندم و میخونم هنوزم کتابای فارسی که حالا رمان یا هر چی. شعر که به خصوص یعنی حافظ که روی دم تختم محاله نخونم اینه که این اینا وجود داره بر من ولی با این حال توی زندگی روزمرم جایی دیگه براشون به اون صورت نمیدیدم یا جاشون هی کمتر کمتر و کمتر میشد خیلی هم زبان فارسی رو دوست دارم و خب اینکه طبیعیه و اشعارو که به هر حال ولی تو این سالهای زیادی که اینجا هستم خب این تغییراتی که قبلا توضیح دادم خود به خود اتفاق افتاد ولی همونطور که گفتم به خاطر اینکه خودم با زبان فارسی ارتباط دارم و میخونم مطالعه میکنم این توی احساسم باقی مونده حالا به هر شکلی که سعی کنم اینو توضیح بدم امیدوارم قابل درک باشه و زبان دیگه اون زبان بعدی به مرور زمان در وجود من جای خودش رو پیدا کرد یه دلگرمی پیدا کرد زبان آلمانی توی وجود من و من شروع کردم به زبان آلمانی اعتماد پیدا کنم زبان آلمانی اصولا شاید خیلی ها اینو بدونن خیلی ملودی نیست خیلی زبان زیبایی نیست که وقتی نمیشناسیش وقتی نمیفهمیش خوشت بیاد فقط از شنیدنش مثلا زبان فارسی رو خیلی ها همطوری که میشنون با اینکه نمیفهمن خوششون میاد ولی زبان آلمانی این خاصیت رو نداره این ظاهر به زیبایی نداره اما زبان بسیار بسیار قوی و غنیه و این نزدیک شدن و همونطور که خودم گفتم برای خودم یعنی معنی داره اعتماد کردن به این زبان خب خیلی طول کشید تا من بتونم به اون جرفاش به اصطلاح برسم وقتی که این اتفاق افتاد که زبان در وجود من جا پیدا یعنی اونم دلگرمی پیدا کرد و دید که من منعکسش میکنم و دید که من بهش اعتماد میکنم دوباره همونطور که گفتم تونستم شروع کنم به شعر نوشتن اما برام دیگه اصلا مطرح نبود که به چه زبانی میمیسم و کافی بود برام ولی این حال زبان پارسی در نوشتن من به آلمانی تاثیر میذاره اینو خودم متوجه میشم زبان فارسی یه زبان پر رمز و رازیه هیچ وقت معمولا به عمد آدم موضوع رو مستقیم نمیگه جنسیت اصلا وجود نداره تو زبان فارسی و درست برعکس توی آلمانی آلمانی زبانیه که پر از قانونه که این قانونا رو من هنوزم بعد از این همه سال واقعا نمیتونم بگم که میشناسم و میتونم همه چیزو درست بنویسم اما زبانیه که این چارچوبو داره و چارچوب خیلی خیلی سخت حتی و این به اصطلاح عادتی که من از زبان فارسی داشتم و دارم خودشو قاطی این آلمانیه میکنه وقتی که مینویسم یعنی خودشو اون حالی که تو زبان فارسی هست که ما خیلی سمبل استفاده میکنیم استعاره استفاده میکنیم به خصوص تو نگارش حالا تو حرف زدن حتی حرفامون پر از شعر پر از ضرب المثل تو صحبت های محاوره های عادی حتی اینا رو نمیتونم بیارم تو آلمانی چون معنیش معنی نمیتونه پیدا کنه اما میتونم این حسمو منتقل بکنم توی زبان دیگه ای که باهاش الان مشغول کار کردنم چون تومه نمیتونم ازش جدا بشم و توی بسطلا هنر ایرانه تو ادبیات ایرانه همیشه این راز و رمز البته که بخش بزرگش به خاطر این بوده که ما همیشه سانسور داشتیم همیشه اجازه نداشتیم خیلی چیزا رو مستقیم بگیم خود به خود تبدیل شده اصلا به یه سبک خودش که این حرف ها در لفافه و با استفاده از سمبول ها گفته بشن و این چیزیه که من خب میشناسم از هنر ایران و خودم باهاش بزرگ شدم عادت داشتم به هر حال زمانی که به وین آمدم که بود اکتبر همونطور که شما گفتین 1979 اصلا یک کلمه آلمانی بلد نبودم با این حال در دانشگاه هنر وین منو پذیرفتن به خاطر کارهایی که کرده بودم و به هر حال رشته ای بود که خیلی اونطور زبان نیاز نداشت و شروع کردم به تحصیل در نقاشی، رشته نقاشی و گرافیک اما آموختن نقاشی در ایران چون در ایران هم تحصیل کرده بودم به من اینو یاد داده بود اینو این راه رفته بودم این راه رو میشناختم که زبان هنر یک زبان جهانیه شاید هم همین آگاهی همین چیزی که تو وجود من بود از سن جوونی یاد گرفته بودم باعث شد که در نوشتن آسوده بمونم تعصب و اجباری تو خودم حس نمی کردم چون با نقاشی اینطوری بود نقاشی مسئله نیست که بخوای حالا بگی مال کجایی حالا معلوم میشه شاید یه چیزایی که توی فرهنگ آدم هست. ولی زبانیه که خب هر کسی میتونه بفهمه و این خب به من خیلی از این نظر کمک کرد تنهایی در ویان تا تازه که آمده بودم همون زمان تنهایی و دوری از ایران و تنهایی در این شهر خیلی برای من سخت بود خیلی دشوار بود خیلی غمگین بودم خیلی مسائل خیلی خیلی زیادی بود یعنی هم تو ایران هم اینجا از این دور... یعنی یه بخشش دوری بود یه بخشش هم مسائلی که آدم توی قربت داره به هر حال توی یک شهر بیگانه داره و مهمترین چیزی که ولی منو آزار میداد این بود که من زبان رو بلد نبودم زبان اونها رو حرفای اونها رو نمیفهمیدم و خودم هم نمیتونستم حرفامو بزنم خب یکم با زبان انگلیسی به هر حال مسائل عادی و روزمره رو حتی توی دانشگاه میتونستم انجام بدم ولی برای شخص خودم خیلی سخت بود که با این محیط خودم رو نزدیک نمیتونم بکنم خیلی یک حالت خیلی خاصی بود برای من اه... یه اه... حتی یعنی یه جوری منو درد می آورد چون فکر می کردم که اه... من یه زبان دارم خودم و زبان پارسی زبان شعر و خیلی هم بهش مفتخرم و خیلی هم دوستش دارم چرا با این نمیتونم ولی کاری بکنم و قابل درک نیست یعنی من نمیتونستم هم انتظاری داشته باشم ولی این منو درد می آورد این منو ناراحت می کرد آزار میداد. به هر حال فهمیدم که بدون این زبان زبانی که مال اون محیطه نمیتونم کاری از پیش ببرم و یه جنس خاصی داشت این این ناراحتی این مشکل احساس ناامنی میکردم احساس نمیدونم خیلی خیلی سخت بیان کردنش یه, یه تنهایی خاصی بود و در واقع نمیدونستم اصلا چی و گم کردم میدونستم که خب حالا یه جای جدیدی اومدم و باید اون محیط رو بشناسم زبانش رو بالاخره یاد بگیرم اما یه چیزی رو گم کرده بودم که نمیدونستم چیه در حقیقت و راه حل ما راه چارم و به این دیدم که هر زودتر و هر چه سریعتر و هر بیشتر سعی کنم که آلمانی رو یاد بگیرم و همینطورم طورم شد و واقعا خیلی کوشش کردم خیلی به خودم زحمت دادم و خوشحالم بابت این موضوع چون کنجکاو بودم میخواستم ببینم این راه جدید این آیا این به من یه چیز تازه ای میده من تو ایران بودم با افراد دانشمندی ارتباط داشتم زبانم رو دوست داشتم مینوشتم خیلی تغییرش یا نداشتنش خب خیلی دردناک بود اما تغییرش هم برام مشخص نبود که چی پیش میاد و به خاطر همین ولی در این حال خیلی کنجکاو بودم که این چی میشه یعنی این میتونه جای خودشو به یه چیز دیگه بده یه چیز جدیدی من پیدا میکنم اه... پربارتر میشم همه اینا توی اه... ناخداگاه من بود نه اینکه حالا عمد داشته باشم یا بدونم داره چه اتفاقی میفته ولی کنجکاف بودم و هر لغت تازه هر واژه تازه هر چیز جدیدی که توی این زبان پیدا میکردم یاد میگرفتم و به کار میگرفتم خوشحالم میکرد مثل بچه ها که تازه شروع میکنن زبان یاد، حرف زدن یاد بگیرن و جالب بود یعنی یواش یواش اصلا ارتباطم با این موضوع تغییر کرد اون دردی که داشتم که زبان رو بلد نیستم داشت هی یواش یواش تبدیل به یک چیز دیگه ای میشد و تبدیل شد به هر حال که البته خب با زبان فارسی خیلی ارتباط داشتم اون موقع ها خب این تلفن و این داستان ها نبود ما نامه می نوشتیم چقدر هم خوب بود من نامه های مفصل می نوشتم برای خانوادم برای دوستانم و خود به خود کتاب و این مسائل که بود سر جاش مسئله این که با فارسی در ارتباط بودم که سر جاش بود ولی کم کم این یکی زبون داشت خودشو جایگزین اون میکرد از نظر کاری به هر حال این پیوند بین فارسی و آلمانی یعنی نه به طور فیزیکیش بلکه به عنوان مسئله ذهنیش این پیوند در اثر به خاطر کمبودی که من داشتم اتفاق افتاد و این در واقع درختی کاشته شد یا به وجود اومد که ریشش تو زمین تنش رو زمین روی توی خاک رویده زیر آسمانه و روی این درخت از درخت گل میشکفه روی درخت پرنده ها میشینن میخونن آفتاب بهش میتابه محتاب بهش میتابه و اینها همه شروع شد مهم نیست از کجا می... میاییم در کجا زندگی میکنیم مهمه که مهم اینه که خودمون رو کجا میبینیم خاک به همه اون کسانی که در اون به دنیا اومدن متعلقه آسمون هم اینجا هست هم اونجا که من بودم هر کسی بوده وطن اون جاییه که در اون زاده شدیم اما اون که در زم درش زندگی میکنیم و نهایتا اونجاییه که در اون میمیریم و اون کره خاکیه هنر من از من نمیپرسه زبون چیه اهل کجایی چه دینی داری کجا زندگی میکنی کجا قراره بمیری اینا رو هنر من از من نمیپرسه هنر من تو وجودمه و این یا میاد بیرون یا نمیاد بیرون با خود وفادارم من بر روی خاکم خاک جایگاه من جایگاه من دنیای من دنیای من وطن من وطن من هنر من هنر من محرم من من با خود وفادارم خانه کجاست از آنجا که آمده ایم یا آنجا که وارد شده ایم چه اندازه نور در آنجا بود چه اندازه نور در اینجاست چه دردی بزرگتر است درد وطن یا درد غربت آسمانم همراه من است آنجا و اینجا جالب بگم که ترجمه اشعارم از آلمانی به فارسی اصلا برام کار آسونی نیست اینو توضیح بدم چون شعرها رو به آلمانی میمویسم خب خیلی دلم میخواد که اینها رو به فارسی هم داشته باشم به هر حال کسانی که آلمانی بلد نیستن بتونن بخونن و فارسی زبون ها بتونن بخونن و اصلا بر خودم هم خیلی با ارزشه و شروع کردم شعرامو به فارسی ترجمه کردن که واقعا کار آسونی برام نیست خیلی مشکله با اینکه به فارسی مسلطم حداقل خودم اینطوری فکر میکنم و حسیرم که باهاش اون شعر رو نگارش کردم حالا به هر زبانی خب حسم و میشناسم میدونم که تو اون لحظه چه, حال... چه حالتی داشتم ولی با این حال خیلی کار آسونی نیست اصولا ترجمه خب کار آسونی نیست ولی در این مورد که من هم هر دو تا زبان مال خودمه فکر نمی کردم که دوچار اشکال یا مشکل بشم همطور که گفتم خب زبان فارسی زبان شاعرانه و زبان آلمانی زبانیه که پر از قانونه و ولی زبان فلسفه است ادبیات بسیار غنی داره اما خب کاملا با مال ما فرق میکنه با فارسی فرق میکنه ولی در آلمانی واژه خیلی زیاد هست واژه هایی که من واقعا هر حسی رو که میخوام توصیف بکنم براش بالاخره یه واژه پیدا می کنم و این رو توی فارسی پیدا نمی کنم به هر حال همه این واژه ها یا انواع این واژه ها توی فارسی خب شاید نیست ولی در عوض در فارسی جنسیت وجود نداره این حالا اینو به آلمانی خیلی سخت میکنه یعنی اگه من یک شعری به فارسی دارم که او کلمه او حتما یه جنسیتی باید داشته باشه وقتی که با به آلمانی میخوام ترجمهش کنم یا باید مرد باشه یا باید زن باشه یا باید خونسا باشه و این معنی اون نوشته رو به کل تغییر میده و این جذابیت فارسیه که من این او رو میندیسم بدون اینکه معلوم باشه این او کیه و این اتفاقایی که به صلاح تفاوتها و مسائلی که بین این دوتا زبون هست ویژگی ها و تفاوت هایی که دارن با هم خب ترجمه رو طبیعیه که مشکل میکنیم حالا من در مورد فقط اشعار خودم دارم میگم یعنی خیلی اشعار بزرگ از شعرهای بزرگ ما به آلمانی ترجمه شده ولی تا اون اندازه که من اونها رو خوندم مسلما لطف فارسی رو نداره در حال زبان فارسی که پر از راز و رمز و پر از استعاره است نوشته های ما پر از استعاره است خب این یه چیزیه که من استفاده می کنم از این عادت در نوشتن به آلمانی هم استفاده میکنم ما یک گروهی داریم من عضو پنکلوپ اتریش هستم و ما یک گروه توی این ایجاد کردیم درست کردیم که اسمش هست ادبیات بدون مرز و تمام افرادی که مثل من از کشورهای دیگه آمدن به اتریش و توی کار نوشتن هستن تمکه نه اون کسانی که وارد این کلوب شدن و عضو این کلوب تونستن به شهر قبول شدن اینها ما یه گروه درست کردیم که این خیلی خوبه با همدیگه کتاب میدیم بیرون با همدیگه گفتگو میکنیم به صلاح چی میگیم تبادل نظر میکنیم و شب شعر میذاریم و این چند ماه پیش یه پروژه من پیشنهاد دادم به گروه که خیلی ازش استقبال شد و ما اینو از چند وقته که شروع کردیم که همدیگر رو اشعار همدیگر رو ترجمه بکنیم از افراد مختلف زبانهای مختلف از انگلیسی، فارسی، عربی، فرانسه، ایتالیایی، اسپانیایی همه همه زبانی توی ما هست یونانی همه اینا و من خیلی از اشعارم الان به خیلی از این زبانها ترجمه شده به وسیله همین همکارایی که دارم و من هم ترجمه کردم اشعار اونها رو به فارسی و اون برای خیلی خوشحال کننده است وقتی که آدم فکر میکنه توی زبان دیگه شعرش و اونها هم به خصوص به فارسی خیلی برای همه خوشاینده که شعر شعرشون تو به فارسیه و به هر حال این یه کاریه که ما داریم الان انجام میدیم و خیلی کار جالبیه و خیلی کار ظریفیه خیلی حساسه یعنی من خودم هر کدوم از البته اینو اول بگم که ما همه زبان مشترکمون آلمانیه یعنی اینکه تمام کسانی که یا یک کسانی مثل من هستن که زبان مادریشون آلمانی نیست ولی به آلمانی می نویسن یا به زبان مادریشون می نویسن و بعد ترجمه میشه حالا یا از طریق به وسیله خودشون یا به وسیله یه شخص دیگه این به آلمانی ترجمه میشه و ما از این آلمانی ها هم دیگر رو فقط ترجمه می کنیم. و خود من شعرهایی رو که از همکارام ترجمه کردم خب آلمانی شو که میفهمیدم و ترجمه کردم به فارسی خیلی برام غیر عادی نبود اما یه ریزکاری کاریایی هست به خصوص توی شعر که خب صد درصد دادم مطمئن نیست یعنی من مطمئن نبودم و با هر یک نفری از این افراد ساعتها من بعد از اینکه ترجمه کرده بودم نشستیم و وقت گذاشتیم و کلمه به کلمه رفتیم جلو که آیا من ترجمهم درست بوده اون حسی رو که اون شخص داشته تونستم بیان بکنم یا نه و خیلی این کار جذابیه خیلی کار جالبیه و برای اونها هم خیلی خیلی جذابه به خاطر اینکه اصلا زبان ما رو نمیشناسن و خط ما رو نمیشناسن خب دیدن ولی نمیدونن که اصلا خاصیت ویژگی های فارسی خط فارسی چیه حالا ما به صلاح حروف عربی می نویسیم ولی اینکه چه چیزایی نمیشه اصلا ترجمه بشه چه چیزایی وجود نداره خود مسئله جنسیت مثلا که من اصلا نمیتونم بگم حالا این ترجمه به فارسی ش... کدوم جنسیت رو داره همه اینا چیزایی که خب اطلاع ندارن خیلی ها از کسی که فارسی بلد نیست و میبینم که چقدر براشون این موضوع جالبه و البته من خیلی خوشحال میشم که این شناسایی از زبان فارسی زبان مادریمو به دیگران بتونم بدم و برحال یه کمی ارتباطات بین فرهنگی انجام میشه البته من در کنار تدریس نقاشی و طراحی تدریس خط هم کردم حالا کالیگرافی خطاتی هر میشه من خودم البته خطات به اون معنا نمیدونم ولی خب یاد گرفتم به هر حال میدونم که و این که برای زبان خیلی ها براشون خیلی جالبه که این خط رو یاد بگیرن حروف رو بشناسن وقتی که میخوان فارسی رو یه کمی بخونن به هر حال من این کارو کردم و یه کمی هم خب به خاطر همین شغلم یه به هر حال دنبالش بودم پژوهش کردم در خطهای زبانهای ایرانی که از زمان به خط میخی به بعد چی شده که خب امروزه خط فارسی خط به صلاح حروف عربی، حروف الف عربی عربیه و جالبه که اینجا من میبینم که مردم چقدر براشون این تصویر این خطوط فارسی و عربی جالبه خیلی قشنگ میبینن خیلی خوششون میاد ولی در این حال تفاوتی بین فارسی و عربی نمیشناسن یعنی در حقیقت فکر میکنن که فارسی و عربی یکیه و خب من توی این کار حالا چه تدریسم و چه این کاری که انجام میدم ترجمه میکنم این توضیح میدم که فارسی و عربی دو تا زبون کاملا متفاوتن فارسی که اصلا اصلا از یه خانواده نیستن فارسی که از به خانواده ی... هند اروپایی زبان های هند اروپایی و توضیح میدم که بعدا به چه دلایلی خط ما شد خط به صلاح با حروف عربی که ولی ما با این حال حروفمون هم نوع نوشتنش فرق داره و هم چندتا تا حروف الف با ما تو فارسی داریم که توی عربی نیست و اینها چیزایی که به هر حال برای خیلی ها جالبه که یاد بگیرن بدونن حداقل و بر من جالبه که این زبان مادریمو مو کمی بشناسونم به هر حال کارهایی که برای خود منم برای به اصطلاح پیشرفت فکری و ذهنی خودمم خیلی با ارزشه مورد دیگه ای که دل دلم خواد الان در انتهای صحبت هم بهش اشاره کنم و شما رو از اون مطلع کنم اینه که من الان سومین سال امسال که یک همایشی ترتیب میدم که در واقع دخ... چی میگیم اصلش زبانه مثلا محتوای اصلیش زبانه و هر سال ما اینو توی یک با یک موضوعی دیگه ای انجام دادیم سال اول در مورد جهانی شدن نمیدونم چی میگیم به انگلیسی بهش گلوبالیزیروم ما میگیم به آلمانی ولی در اه اه فکر کردن و فلسفه در ادبیات و فلسفه که متفکرین این رو چه جوری میبینن که دو روز این کنفرانسمون همیشه دو شبه در حقیقت همراهش نمایشگاه نقاشی و کنسرت هست کنسرت نه ولی قطعات موسیقی هست و بحث و گفتگو هم که خب پرسش و پاسخ هم همیشه هست و چند نفری که توضیح م... یعنی سخنرانی میکنن و بعد پرسش و پاسخ هست و امسال به مناسبت سالگرد تول... 250 همین سال اه تولد و پنجاهمین سال تولد یوزف فون که یک شخصیت بسیار جالبی بوده این شخص دیپلمات بوده یک دیپلمات اتریشی که به کشورهای شرقی میره از جمله ایران و در کنار کار دیپلماتیش زبانهای اون کشورها رو یاد میگیره و ترجمه میکنه اولین شخصیه که حدود دو قرن قبل دو سال پیش اشعار حافظ رو به آلمانی یعنی در برای زب... تمام کشور آلمانی زبان اولین کسیه که این اشعار حافظ رو اصلا وارد زبان آلمانی میکنه و میشناسونه که زبانهای دیگر هم و فقط نه حافظ فکر میکنم حتی خیام رو یا به اصطلاح ترجمه هم اگر نکرده چون خیلی ها میگن اولین مترجم اروپایی انگلیسی بوده و فیلچرالد بوده ولی تا اونجایی که من مطالعه کردم خیام رو حتی ترجمه کرده یا اینکه نخ چی میگیم شبیه به اون شعر گفته ولی مولانا و چندین شاعر مهم کشور ما رو ترجمه کرده حافظ از همه مهمتره چون گوته که یک شاعر بسیار مهمیه توی زبان آلمانی بولفان گوته این عاشق شعرهای حافظ میشه و تمام به صلاح آثار بعدیش رو بعد از اینکه این اشعار رو که همه پوشتال ترجمه کرده بوده میخونه ارتباط خیلی خیلی شدید و عمیقی با حافظ و مطالعه در دین اسلام و ارتباط با این فلسفه برقرار میکنه که کتاب بسیار معروفش شو که خیلی ها میشناسین شاید و در کشورهای آلمانی زبان بسیار مطرحه این کتاب چی اسمش بس دیوان دیوان غربی شرقی که ما این عنوان رو برای این همایش هامون به عنوان اصل موضوع گذاشتیم که دیوان غربی و شرقی شماره یک شماره دو شماره سه امسال شماره سه هست و در زیر اون امسال بزرگ داشته این هماپوکشال هست به اضافه معنای کلمه معنای زبان که چه امکاناتی داره یعنی ما شب اول بیشتر راجع به ادبیات و ترجمه به خصوص که ترجمه خب بسیار ارزشمنده به خاطر اینکه فرهنگا رو به هم نزدیک میکنه آشنا میکنه میشناسونه و این کاریه که ایشون کرده و بسیار با ارزش بوده و تا امروز مطرحه ولی شب دوم برنامهمون روی شاخه های دیگه که زبان درش خیلی مهمه از جمله به اجتماع سیاست دیپلماتی مذهب به کار گرفتن زبان در هر کدوم از این موضوعات شاخه ها هر کدوم از این کارها با هم متفاوته و مدین یعنی حالا مطبوعات اینها حالا منفی و مثبت بودنش رو در اون شب ما از سخنرانه هامون خواهیم شنید ولی این برنامه امسال ماست بیشتر مدعوین ما البته اتریشی هستند برای این برنامه اولین سالی که من این پیشنهاد رو دادم و با یک سازمان با یک مرکزی که در واقع یک مرکز مذهبی روشنفکران کاتولیک اسمش هست با اونها با اون مرکز شروع کردیم و خیلی استقبال شد به همین دلیل الان بعد ادامه پیدا کرد و امسال میگم سال سومشه و خیلی خیلی انرژی و وقت از من میگیره خیلی یعنی در واقع من تمام سال از آخرهای سال قبل شروع میکنیم تا آخر پاییز که ما یعنی آخر تابستون اول پاییز که همایش انجام میشه و از کشورهای مختلف از ایران من همیشه مهمان دعوت میکنم اساتیدی که از توی این رشته های فلسفه یا ادبیات هستن ولی با همه کارهای زیادی که انجام میدم و زحمتی که داره و نیرویی که ازم میگیره ولی واقعا خوشحالم چون دوباره به من نیرو میده و خوشحالم که بتونم این ارتباط فرهنگی رو برقرار کنم خیلی یا خیلی چیزا رو نمیدونستن که به این ترتیب متوجش میشن حالا به خصوص توی این کشور که راجبه فرض کنید ایران فقط همین اخبار رو میبینن و اخبار منفی رو میبینن و چیزهایی رو که اتفاق میفته اما از اون اصل فرهنگ و ادبیات و هنر و زبان ما شاید بی اطلاع هستن من تقریبا فکر میکنم حرفامو زدم اگر کوتاه بود ببخشید اگر طولانی بود هم ببخشید ولی در خدمتتون هستم اگر سوالی هست پرسشی هست صحبتی هست با کمال میل مرسی با سپاس از صحبت بسیار خوبتون به زد بردیم خانم شامورادی طولانی هم نبود خوشحال می شدیم اگه وقت اضافه داشتیم و شما ادامه میدادیم. و حالا بستگی به این که اگر ما تعداد زیادی افراد تعداد زیادی از پرسش کننده نداشته باشیم شاید بتونیم از سخنان شما بیشتر لذت ببریم ولی ما سعی میکنیم که همین روتین برنامه رو ادامه بدیم با همراه با پرسش و پاسخ و شما لطف کنید حدود هر سخنران هر پرسش حدود سه دقیقه فرصت داره که از شما سوال کنه یا نظرشو بده و شما از حدود پنج دقیقه که بهشون پاسخ بده اه، و اه، حالا از دوستان عزیز خواهش میکنم اگر سوالی دارید یا نظری دارید لطفا دستتون رو بلند کنید و اون, اون پایین به اصطلاح ریاکشن اون که اونی در ریز هند هست و اون اگر دستشون رو بلند کردن من اجازه بدیم ببینم چند نفر دستشون رو بلند کردن فعلا من فقط یک یک نفر میبینم که دستشون رو بلند کردن و ایشون آقای ناصر هستن ناصر فامیلتون رو نشون نمیده آقای ناصر من که رو تصویرم نمیبینم شاید ناصر لاجبردیه آها میگه ناصر آیپد رو تصویر من که اینو میگه فقط به هر حال آقای لاجوردی شما نفر اول هستین بفرمایین سوالتون بف... بفرمایین با تشکر و عرض سلام و عرض ادب خدمت سرکار خانم شاه و خدمت نازنینان انجمن فرهنگی و دوستان بسیار گرامی خدمتون عرض که من سوالم دو دو, دو, دو شاخه اول سوال این است که اگر خاطرتون باشه پیکاسو و نقاش کلاسیک اول انجام داد و بعد افتاد تو خط کوبیش. و یا آقای نیما و جلال و, جلال و چیز احمد شاملو اینا اشعار کلاسیک به راحتی میگفتند و بعد افتادن توی خط جدید آیا شما هم در نقاشی و در شعر همین روار رو دارین یا اینکه فقط این سوال و دوم این است که یه اه... 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 ابن یزغان داریم انسان شناور که این رو اه... ابن سینا میکنه میگه حالا فرض کنیم که من لال هستم فرض کنیم من لالم از یه سرزمین کوچ کردم به یه سرزمین دیگر آیا من این احساس سرزمین است که من رو حالا در سرزمین جدید میخواد راهنمایی کنه یا یه چیز دیگر است برای من لالم و این نقاشی میکنم ما که لالم از کدوم از کجا میخوام الهام بگیرم ولی به نظر این انسانه، ابن این انسان بسرا حی یغزان این خودش رو پیدا میکنه حتی تمام احساس اون رو ببندین شما خودش رو پیدا میکنه آیا من هم ببینید در خانواده ما به راحتی هر کدوم سه تا زمون صحبت کنیم به راحتی یعنی بچه های من خیلی قشنگ فارسی خیلی قشنگ یعنی بعضیشون هم چهار و بهشون میگه که به چه زبانی احساس میکنین بسته داره بستگی داره سوال از چه گونه باشه سوال تو اگر از نوع انگلیسی باشه من به انگلیسی فکر میکنم حتی خوابی که میبین حالا شما بفرمایید ببینم من تقریبا چیزی نگرفتم که شما آیا نقاشی که میکنین کلاسیک رو اول یاد گرفتین و یا شعری که میگین کلاسیک رو گفتین و بلدین و یا اینکه همینطوری افتادین تو اون خواب نقاشی خب من توی ایران اول درس نقاشی رو خوندم و اونجا خیلی البته که ما هم اونجا کار مدرن اروپایی رو یاد می گرفتیم ولی خیلی به خیلی زمینه ای کار کردیم تمام طراحی رو دقیق یاد گرفتیم کارهای کلاسیک و خب تئوریش رو میشناسیم رنگ رو همه این به اصطلاح بازیس اون این هنر رو خب ما یاد میگیریم اول الزاما نباید من کار کلاسیک نقاشی تابلوی کلاسیک بکشم ولی آشنایی با کارهای قدیم خب یکی از چیزایی که توی تدریس وجود داره و من خودم هم به دانشجو یاد میدم یا براشون توضیح میدم ولی الزاما نباید حتما آدم اول تابلوی کلاسیک بکشه تا اینکه برسه به تابلوی بسلا ابستره اما باید فن نقاشی رو بلد باشه یعنی من باید بلد باشم طراحی کنم باید بلد باشم نقاشی کنم تکنیک رو بشناسم رنگ ها رو بشناسم اینها اون چیزاییه که من باید بلد باشم توی کارم حالا سبکم چیه اون دیگه زیاد تفاوتی نداره در مورد شعر هم همینطور من الزامی ندارم حتما شعر قافیه دار بگم به خصوص که اصلا الان خیلی کم وجود داره یعنی این خود به خود تغییر کرده زمان ولی اگر کسی دلش میخواد شعر قافیه دار بگه خب میتونه بگه این به حال چیز به صلاح ارزش بند، بندی روی این نیست که آیا کار کلاسیکه یا نیست شعر قافیه دار کلاسیکه یا نیست از دید من اینطور نیست و اون صحبتی که در مورد زبان کردید حالا البته اگر درست متوجه شده باشم گفتین بچه های من بچه های من هم همینطور نسل بعدی که اینجا بزرگ شده من در مورد بچه های خودم میگم حالا در مورد شما دقیق نمیدونم ولی اینطور به نظرم اومد اون چیزی که من راجبش صحبت کردم راجب یک من یه مثالی هستم خودم شخصا که در سن به بچگی نبوده من در واقع در 24 سالم شد دیگه اولین سالی که تو وین بودم و یک تاریخی پشت سرم داشتم و این خیلی فرق میکنه که بعد من وارد یه جای دیگه ای بشم و بخوام تمام این صحبتهایی رو که کردم این در مورد من مطابقت میکنه بچه های من هم الان چهار تا زبون حرف میزنن فارسی هم جز بشه. ولی معنیش این نیست که مثل من این حس رو دارن اونا کاملا یه جور دیگه هستن و حرف شما رو از این نظر قبول دارم ولی بستگی داره به اینکه که تاریخ یه آدمی چیه؟ اگر براتون این جواب قابل قبوله؟ بله من الان اثبات کردم که شما حس حس شعر منظوم رو ندارین بلکه خودتون میگین نه, نه نه نمیشنم بنابراین چطوری میتونید قضاوت کنید؟ موقعی که حس شعر منظوم رو ندارین شعر کلاسیک رو ندارین چطوری میخواین راجع بهش قضاوت کنین من نگفتم حسش رو ندارم من توانید میخونم شعرهایی که منظومن اما من اونا رو نمی نویسم. خب به خب، دیگه اگر میتونستین می نوشتین ها خب اگه میومد بله اگه بر من مثلا قافیه بیاد خب مینویسم مثلا هیچ عمدی ندارم که ننویسم متوجه این یعنی اصلا اینا یه چیزاییه که باید وجود داشته باشه بعد خودش خود به خود توی خلاقیت بیاد اجباری درش نیست اگر بیاد تو خوش اومده اجبار من شعر رو به صورت یه فرمول ریاضی در بردم که شعر تابعیش از بعضی علمان ها اگر که اون علمان ها در اون معادله من نباشه من اونو شعر نمیگم میگم یه گفتاری است که اومدی تو خطای مختلف نوشتی و میگی شعر به برای خب شعر ولی بله با... شاید ببینید شما هر قضاوتی که شما یا هر کس دیگری هر قضاوتی یا هر نظری در این باره میتونه داشته باشه یا در مورد تابلو نقاشی یا درباره یه تئاتر یا درباره یک شعر اینو من راجبش بحث نمی کنم چون نظرتونه ولی هنر به طور کلی به خصوص هنری مثل شعر شعر یک بخشی از ادبیات که خیلی فشرده حرفای دل یک شخصی رو میزنه یک رمان یک کتاب چه میدونم دیویس صفحه و توضیحات توش میاد شعر و اتفاقا تو زبان آلمانی خیلی کلمه جالبی داره شعر یعنی اصلا معنیش همین فشرده بودنشه و به عقیده من به صلاح اون جوهر اون حسی رو که یه شخص داره اگر بتونه اون رو توی کار هنریش منعکس کنه خب موفق بوده شکل بیرونیش اصلا مطرح نیست حالا من نقاشی کلاسیک کردم شعر کلاسیک نوشتم یا مدرن یا آبستر یا هر چیزی که اسمشه این به اصطلاح شکل بیرونی اون نمایش اون هنره اما مهم محتوا و بیان اون حرفی اون حسی اون فکری که اون شخص هنرمند داره اون مطرحه حالا ممکنه به یه کسی خوشش بیاد یه کسی خوشش نیاد این شخصیه این دیگه قضاوتش با من نیست ولی شکل بیرونی یه اثر هنری تعیین کننده ارزشش نیست در حقیقت و تعیین کننده دانایی اون هنرمندم نیست یعنی اگه من کار نقاشی آبستره می کنم و نقاشی کلاسیک نمی کنم معنیش این نیست که من بلد نیستم یا تواناییشو ندارم انتخاب من یه چیز دیگه بوده خب و من این اون انتخابی که دارم دارم انجام میدم حالا اون نوع کار من آیا محتوا داره خوبه بده اونو دیگه تماشاگر باید بگه و همینطور در مورد شعر خیلی ممنون خیلی ممنون خواهش میکنم نفر بعد آقای امیری هستن دستشون بلند کردن بره. آقای امیری... بله ممنون با سلام خدمت خانم شامرادی عزیز و بحث بسیار جالبی که رای دادن ممنون از این صحبت ها یه نکته فقط من داشتم در ارتباط با صحبت های بسیار خوب شما این که البته من قصد جسقره دارم چون نه من شاعرم و نه واقعا هنرمند بلکه به عنوان فقط یک شنونده دارم اینجا صحبت میکنم در شعر حس و تخیل به صلاح پایه های اصلی شعرن و زبان در فرهنگ سازی انسان ها خب نقش بسیار پررنگی داره شما در صحبت های خوبی که داشتید عامل زمان و عامل محیط رو کاملا در این پروسه به اصطلاح خیلی ببخشید در انگلیسی میگه میچورتی در نمیدونم آلمانی یا فارسی بزرگ شدن یا کلا عاقل شدن یا چی چیزی هست تعبیرش رو اون کلمه رو نمیدونم ولی به اون درجه رسیدید یعنی اینکه شما علاوه رغم به صلاح تغییرات محیطی همچنان حستون رو حداقل احساس میکنید که نوعی بستگی به صلاح به فرهنگ فارسی داره ولی در امتداد این مسئله بر اثر گذشت زمان و محیط وارد به صلاح صحنه فرهنگی جامعه آلمانی و اتریشی شدید به خاطر زبان آلمانی سوال من و نکته من این هست که با توجه به به حس بسیار قوی شما که هنرمند هستید و تخیل شعری دارید آیا این گذشت زمان باز هم همون خانم شاه مرادی هست که مثلا در آبادان هست من یه مثال کوتاه بذارم یکی دو سال از دوران تحصیلات من در آبادان من بودم و خیلی به صلاح علاقه داشتم حتی دوران بس... دوران سارم بود که فرهنگ آبادانی رو به یاد بگیرم البته من از عواز و درصد از طرف ها بود ولی خب فرهنگ خود آبادان فرق میکنه مثلا با فرهنگ عوازی ولی اونو نتونستم به صلاح کسب که واقعا دو سال بودم و دوران نوجوانی هم بودم این برام جالب هست که حتی در این زمان هم خانم شما رو در امریکا شاید بود پنجاه سال زندگی میکنم در خونه چون من لور هستم خیلی برام جالب مثلا با خودم مادم لوری حرف بزنم خیلی میشه جوکای لوری و چیزای اینجوری خیلی دلچسب هستن ولی وقتی که وارد صحنه به اصطلاح کامیونیتی جامی بیرون میشم همیشه خودم رو به عنوان از ملیتی امریکایی و از فرهنگی ایرانی میدونم یعنی شدن یک چطوری بگم یک ملغمه ای که نه امریکایی هم نه ایرانی هم حس حس به صلاب یه جورای عجیبی هست نسبت به فرهنگ امریکایی ولی زبان مولانا و زبان حافظ و شعر فارسی رو بسیار دوست دارم زبان شامور رو سیمانه دوست دارم یعنی واقعا میخواستم بینم که احساس شما چی است یعنی این گذشته زمان این تغییر محیط شما هم به نظر میشه در دوران جوانی تشریف اروپا این چه حال هوای الان دارید شما نسبت به مثلا چون شما شاعر هم هستید خیلی برای من جالبه که از زبان شما بشنوم ممنون اول اینکه خیلی خوشحالم صداتون رو شنیدم البته ندیدمتون چون یه جورایی شمشهریم شدیم با هم من پدرم بختیاریه تا گفتین لوری البته بختیاری و لورا با هم یکم فرق دارن ولی در این حال لحجتون خیلی برام آشنا بود احوازم که بودین آبادرم که بودین به هر حال ببینین تمام حرفهایی که شما زدین من کاملا قبول دارم و میفهمم و فکر میکنم اکثر آدمایی که بیرون از کشور خودشون زندگی میکنن این حسا رو میشناسن من افرادی رو اینجا از همون اوایلی که اومدم که الان خیلی از من طول سناشون بیشتره و خیلی طولانی تر از من تو این کشورن هنوزم مثلا به فکر اینن که یه موقعی برمیگردن به ایران که البته این اتفاق معمولا نمیفته به خاطر حالا مسائل سیاسی یا زندگی هرچی این که آدم توی کشور دیگه زندگی میکنه خود مال کجا میدونه حرف من البته در مورد این صحبت هایی که قبلا کردم اصلا در این بودش نبود من خودمو به هیچ عنوان اتریشی احساس نمی کنم خودمو در واقع فقط ایرانی احساس می کنم اما به زندگی در این محیط در این شهر در این کشور عادت کردم ولی در زم خودم رو تطبیق دادم من افرادی رو میشناسم توی این بیان حالا از کشورهای مختلف و ایرانی هایی که مثل خیلی از کشور دیگه اصلا آلمانی حرف نمیزنن فقط توی ایرانیا هستن فقط توی به بین خودشونن یا زیاد علاقه ای ندارن بشناسن ببینن خب این یه موضوع دیگه ایه. من خیلی خیلی برام جالب جالب بود همیشه و هنوزم هست که بشناسم ببینم ببینم این کشور چه شکلیه چیه چی نیست تمام تاریخش رو بشناسم تمام اتفاقایی که میفته این یه چیز تصمیم شخصیه به همین دلیلم خود به خود این وارد زندگی من به شکلی شده که چون ضمنن هنرمند هستم این اتفاق افتاده که من به آلمانی هم بتونم بنویسم ولی این اصلا معنیش این نیست که من خودم اتریشی میدونم یا اصلا میخوام که اتریشی باشم یا اصلا عمد دارم که آلمانی بنویسم اصلا همچین چیزایی پیش نیمده اینا اتفاقاییه که برای هنرمند ممکنه به خودی خود بیفته برای من به هر حال به خودی خود افتاده این اتفاقا حالا چه تابلو نقا چه نوعی من مثلا تابلای منو شما ببینین فکر نمی کنین که حتما اه... یعنی من خیلی جالبه من حتی این اواخر از این پارسال به این بعد تا الان دوباره برگشتم به موتیوای مینیاتورای ایرانی و سری جدید کارهای من کارهای کوچیکه من خیلی با میل کارهای بزرگ تبلای بزرگ میکشیدم و میکشم هنوزم با رنگ و روغم با اکریل یا هر چی اما من الان دوباره علاقه مند شدم یا نوع به اصطلاح کارم الان یا طرز فکرم یا اونچه که میخوام بگم به این شکل بهتر در میاد و الان بیشتر کارهای اخیرم ابعاد کوچیک داره و از نظر تکنیک نه اینکه کامل مینیاتور کار کنم ولی توی اون زمینه رفته منظورم به اینه که تمام این اتفاقایی که میفته برای ما همونطور که شما میگین نمیدونم مسلم مولانا میخونه آدم همه اینا رو ما به هر حال اینا که از بین نمیرن اینا که نمیتونه آدم اینا رو فراموش بکنه اگه یه کسیه که اصولا اهل علاقه منده به این ادبیات یا هنر یا همه اینها من که اینا رو فراموش که نمیتونم بکنم فارسی رو که نمیتونم فراموش بکنم یعنی اصلا غیر ممکنه فراموش نمیشه نه اینکه من نمیتونم نمیخوام اصلا خود به خود این اتفاق برای من نمیفته چون در اثر ارتباطم با فرهنگ خودم در اثر ارتباطم با گذشته خودم تاریخ خودم زبان خودمه که میتونم این محتوا رو داشته باشم ولی این محتوا در یک شکل زبان دیگه ای میاد روی کاغذ این دوتا با هم خیلی فرق میکنن یعنی من چون آلمانی میمیسم معنیش این نیست که دیگه از ایران هیچیتون نیست برعکس نمیدونم براتون کافیه این توضیح یا نه ولی اینا چیزاییه که جوری دیگه نمیتونم توضیحش بدم با دوست قبلیمون هم همین صحبت رو کردیم یعنی صحبت دیگه ای بود ولی تقریبا همین مسئله است که شکل ظاهری شکل اون چیزی که ببینیم ما زندگیمون الان اینطوریه که هست شما تو آمریکا زندگیتون این شکلی رو داره که الان داره تو ایران اگر بودین یه شکل دیگه ای احتمالا داشت خب اینا زندگی به اصطلاح بیرونی ماست اینا چیزایی که وجود داره چون ما به خاطر این محیط داریم اینطوری زندگی میکنیم خونهمون این شکلیه چون دونم اگه ماشین داریم ماشینمون فلان مدل اینا چیزایی که توی اون محل اتفاق میفته اما اگر رو که کسی نمیتونه ببینه یا بخواد به اصطلاح تغییرش بده به عمد ما خودمون رو با این زندگی روزمره بیرونی اجبارا یا دل بخواه به حال راحت تر بودن اینه که آدم خودش رو تطبیق بده اما ذهن من چیه علایقم چیه اینا اینا چیزایی که مربوط به وجود منه مربوط به درون منه اینا دیگه مال خودمه مر... فرق نمیکنه که کجا هستم متشکر نفر بعدی خانم پریوش بفرمایید با سلام و درود به خانم خانم میترا شاه مرادی به نظر من بسیار این کارتون صحبتتون من البته یه مقدارش رو نبودم که حالا باید برم دوباره گوش بدم یه تیکش رو ولی تا همجایی که من به نظر من اون سمیمیت شما این خود بودن خودتون یعنی اینکه که برگشتیم تمام احساستون رو تونستین اون همه چیزی که شما هم هم سنین اومدین خارج از کشور که من اومدم آمریکا و فکر میکنم که این یه چیزی که تجربه که همه آدما نمیتونن به این زیبایی تفسیرش کنند و شما خیلی خوب اینو تفسیر کردیم به نظر من یعنی اینکه اینکه آدم در کجا چجوری فکر میکنه بعد چجوری احساس میکنه چجوری اونو میخواد حالا شما مثلا به قول حالا سورا هر کجا هستم باشم آسمان مال من است در یه جایی میرسه که آدم میبینه که خب به هر حال همه جا یه تجربیاتی داره میتونه با اون ولی شما تونستین این تجربیات رو یعنی این احساسات خودتون رو بر اساس تجربیاتی که برای در لحظه براتون پیش اومده با شفافیت با صمیمیت بیان کنین برای اینکه ما یه تجربیات جدیدی در خارج از کشور داریم میکنیم که اصلا کاملا یک چیز یونیکی یعنی اینکه در یه شرایط ویژه‌ای که قرار گرفتیم الان کشور ما یا مرد و ما البته هر زمانی ما یه زمان ویژه است برای هر انسانی دیگه به هر حال متفاوته با تجربه‌ای که مثلا شاید مثلا قبلا داشتیم و بعدا در آینده بخوام داشته باشیم ولی من شما به نظر من کار از این جهت من بهتون تبریک میگم که شما خیلی خوب تفسیر کردین اون احساسی رو که داریم با صمیمیت که واقعا چه احساسی داریم چه جوری فکر میکنین چجوری مثلا برداشت میکنین و هیچ اشکالی هم نداره که شما الان اومدین به زبون مثلا آلمانی مینویسین ولی احساستون و بعد دوباره بر میگردین و اینکه اینکه دوباره بر میگردین و دوست داریم برگردین به مثلا مینیاتور یا مثلا به اون فرهنگی که داشتین در این حالی که مثلا اینجا هنوزم خیلی با این فرهنگ خوب تطبیق پیدا کردین که میتونین باش فکر کنین باش میتونین مثلا مثلا شعر بگین یا مثلا باهاش بنویسین و این به نظر تجربه خیلی جدیدیه و بسیار خیلی به خ... نظر خیلی خوبه که ما این کار بیشتر انجام بدیم و اینکه من خودم خسته شدم از حرفا و تجربیات گذشته همش ما با, با حرفا و تجربیات گذشته داریم زندگی میکنیم ولی شما این سخنرانی شما ما با تجربیات جدید داریم زندگی میکنیم الان ما تجربیات متفاوت داریم ولی هیچ که وقت الان متاسفانه کمتر توی مثلا مجامع ایرانی که قدیمی سنای بالاتری دارن مثل ماها اکثرا جوونه این کار رو انجام میدن مثل الان با نگاه خودشون فکر میکنن جدید فکر میکنن جدید عمل میکنن ولی سنای مقدار بالاتر کمتر این کار رو انجام میدن تجربیاتش رو با ما شیر نمی کنن. تجربیات جدیدی که پیدا میکنن و شما خیلی زیبا این رو به خوبی تفسیر کردین و من بهتون تبریک میگم ازتون متشکرم به خاطر همین سخنرانی اینجوری که تفسیر کردین و دوست دارم که این سخنرانی اینجوری که آدما بیان تجربیات جدیدشونو پیدا کنن پیدا میکنن با شفافیت و صمیمیتی که شما داشتین به ما گفتین من بگم خیلی ممنونم ازتون متشکرم اگر دوست دارم من شعراتون رو بشنوم تجربیاتتون خارج از ایران که داشتین بعد از این گرلونه گذشته بوده متفاوت ولی تجربیات جدیدی که پیدا کردین خارج از ایران رو دوست دارم که بشنوم خیلی ممنونم متشکرم مرسی yes. uh, خب خانم شما صحبتی داشتین در جوابشون ایشون یا توضیحی دارین یا یا نه دیگه چون سوالی نبود توضیح ایشون بسیار خوشایند بود و ازشون تشکر کردم و میکنم ولی دیگه در واقع پاسخی نیست برای این بسیار دارست. عالی خب نفر بعد آقای ناظر هستم آقای ناظر بفرمایید آقای ناظر بله بله دارم آنیت میکنم خودم من میاد الان بله سلام از میکنم خدمت شما ببینید اومدن شما به یک کشور خارجی با اومدن من کاملا متفا... یک کمی متفاوته کاملا نکار نبرم آن این است که من وقتی اومدم اینجا رفتم برای تحصیل یکی از علوم اجتماعی و من میتونستم و رابطه من با فرهنگ جدیدی که میتونست هست یعنی برای کشوری که میزبان خب مجبورم سر کلاس اونگونه باشم که اینجا میخواد من حتی وقتی تدریسم میکردم اون تدریسی که تو ایران اگر دیر میومد شاگرده نمیذاشتن سر کلاس گذاشتیم کنار شدیم امرو آمریکایی ولی خب من اونقدر در فرهنگ امریکایی ادهام نشده بود و نشدم ولی تفاوت من با شما در اینه شما هنرمندید شما شاعرید وقتی وارد یک کشوری میشی همونجور که فرهنگ امریکایی در من تاثیر گذاشت فرهنگ اتریشی هم در شما تاثیر میگذاره همونجور که در طول مدت صحبت میکردید که این فرهنگ در شما تاثیر گذاشته یکی از اثرات مثبت این فرهنگ از نظر من برتریه و گسترش فرهنگ اتریشیس نسبت به فرهنگ خودتون و شما در اینجا بیشتر و بیشتر یعنی ما در علوم اجتماعی وقتی از فرهنگ صحبت میکنیم از تقابل فرهنگ ها صحبت میکنیم و فرهنگ هایی که دارای شرایط بهتری هستن از هر نقطه نظر غالبا بر فرهنگ هایی که در سطح پایین قرار گرفتن شما وقتی در آمریکا میایید ما یه مثالی داریم میگیم ملتین پات شما میایید اینجا باید آمریکایی بشید چرا به خاطر این فرهنگ از یک اقتصاد بسیار قوی داره پشتیبانی میشه و این اقتصاد در فرهنگ این جامعه تاثیر بسیار گذاشته همینجور در اتریش نسبت به کشور خودمون بنابراین چه شما بخواید خودتون خودتونم در بعضی مواقع مطرح کردید حسیر میشه آدم شما هنرمندید هنر شما تحت تاثیر محیط جدید قرار میگیره شعر شما قرار میگیره چرا زبان آلمانی رو یاد گرفتید پس اتقام بشید در این فرهنگ و شدید این تفاوت میکنه با منی که میخوام فقط مثلا از هنر و شعر و این حرفا کاری ندارم یعنی یک من میبین من نمیتونم قبول بکنم که مثلا شما خب ایران رو دوست دارید ایران کشورتونه حرفا فرهنگ مسلط در شما از نظر من البته امیدوارم شاید حرف هم رسونده باشم فرهنگی که فرهنگ میزبانه چون فرهنگ میزبان قابلیت توفق بر فرهنگ ما رو داره حالا امیدوارم که نمیدونم نظرتون چیه <تصح> نظر خیلی خوشحال شدم از سخنرانیتون متشکرم اه, البته این خیلی بحث طولانی خواهد شد فقط خیلی کوتاه میگم که اه, حرفتون البته از یه جهت درسته که برحال چون من کار هنری میکنم خود به خود وارد این محیط و به اصطلاح فرهنگ میشم ولی اه, دلیلش رو این نمیبینم که چون فرهنگ قوی تریه یا اقتصادش بالاتره این دلیلش نیست ولی میگم این خیلی بحث طولانی خواهد بود و فکر کنم که نتونیم الان انجامش بدیم این که آدم خودشو اون یعنی ارتباط پیدا کنه و در بگیره و فرا بگیره و استفاده کنه از اون که تو اون محیط جدید هست این یه موضوعه ولی معنیش این نیست که من خود به خود به این فرهنگ وابسته میشم چون از فرهنگ خودم قوی تره اینو من قبول ندارم اصلا قبول ندارم که اینجا فرهنگش قوی تر از فرهنگ ایرانه اما به جز اون اگرم بود دلیل اینکه من به آلمانی مینویسم یا دلیل اینکه من خودم رو با این محیط نزدیک کردم یا تطبیق دادم قوی تر بودن اون فرهنگ نبوده زندگی من بوده که این رو ایجاد کرده تصمیم من بوده که این رو انجام داده میتونه خیلی میرن به کشورهایی که از کشور خودشون خیلی خیلی فقیرترن و خیلی خیلی حتی ضعیفترن ولی اونجا رو ترجیح میدن و اونجا میمونن و وارد اون زندگی میشن این میگم یه بحث خیلی طولانی اصلا موضوع دیگه ایه و فکر میکنم که وقتمون با این بحث نمیتونه الان فرصتش یعنی نیست بسیار بولن. من یک تو آقای رفیعی بر من پیام فرستادن دستشون رو بلند کردن در حقیقت فقط به من پیام دادن به جایی که دستشونو بلند کنن ولی <مزون> خب فکر کم نفر بعدی ایشون بعدن آقای فرشید مقیمی آره مبشه عزیز من فرشید امروز من هست بکن کرد بکنم هست نمیتونه هست کرد پروست نمیتونه دستشو بلند کنه یا من پیدا نمی کنم فرشید خودش بلند کنه من نستم کن. دستم به همین خاطر پیام دادم که من تو نوبت بذارید خیلی ممنون از خانم شامردی و صحبت بسیار خوبی کردید خب طبیعتا با کانون فرهنگی اینجا هستیم این مورد فرهنگ زبان زیاد سری صحبت کردیم شما هم به طور تکمیلی با دیگر سخنرانان عزیزی که داشتند شما همونو رو تکمیل ترش کردید من برخلاف شما از طفولیت با این دو فرهنگی آشنا بودم و هر جا که رفتم فرهنگ دو من عزت نکرد و خودم رو بخش از اون فرهنگ دونستم و خیلی راحت تونستم چه زبان چه فرهنگ رو درک بکنم و یاد بگیرم اگرچه من شما من نیستم ولی خب برروب هنرمندان بسیار بسیار زریفتر هستن آسیب پذیرتر هستن در از وقتی که اونهایشون رو در دست میگیرن خیلی قویتر خواهند بود یعنی از نظری که خب مثلا خیلی ها میبینیم دیگه که توی قربت پناه شدن و خیلی ها میبینیم توی قربت شدن میرزا آقا اسکری یکی از کسایی بود که من زمان شد اسمایل خویی از اونها بود که از روی فرارا بود که بیشتر چیز شد و خب خیلی ها بودن که خب با کارهای زیادن کردن ولی اونجوری که باید هرگز نتونستن اون هنر واقعیشون رو نشون بدن خیلی ها بودن که پس داشتن و هنرشون از دست دادن شده برای ما خب طبیعتاً من خیلی دوست دارم که این تداخل فرهنگ و زبان رو بدم میدونیم که شما از بهتر گفتید که فرهنگ بسترش زبان هستش یعنی بر بستر زبان هست که فرهنگ شکل میگیره و اون رول کاملا مسلتی به فرهنگ داره من موقعی که از ایران رفتم هندوستان هفت سال هندوستان بودم زبانشون یاد گرفتم فرهنگشون هم را کاملا متوجه شدم و یاد گرفتم حداقل در بخش هندی زبان چون اونها سه زبان های مختلف دارن فرهنگ های مختلف دارن ولی بر رو در بخش هندی زبان فرهنگشون کاملا درک کردم یاد گرفتم و اونجا مثلا احساس غربت نکردم با آمریکا که من همین ترتیب بود من اصلا احساس غربت نکردم زبان و فرهنگ رو تونستم یاد بگیرم حالا شما در مورد این تداخل فرهنگ اینجا چه کردید و تداخل فرهنگ و زبان شما اگر شعر میگید مسلما به فرهنگ اونجا کاملا مسلط هستید اون فرهنگ رو درک کردید که میتونید به آلمانی شعر بگید و که شما فرهنگ خودمون رو درک کردید و تونستید شما در مورد این تداخل فرهنگی چگونه به اصلا دیدید و چگونه نظر میدید سوال دوم تا قبل من یادم بره در مورد مارگوت بیکل هستش و تجربه شاملو شما چگونه دیدیدش؟ خب طبیعتا مارگوت پیکل و ترجمه احمد شاملو از اشعارش سکول سرشار از نگفتنی هاست اونها رو شما چجوری دیدی؟ خب چون خب، 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 کار ترجمه بودید مخصوصا این نهادی که درست کردید به از فوق نهاد خوبیه و این نهاد نهادیه که میتونه حداقل به فرهنگ ما خیلی کمک بکنه و شما اونجا چیز او اشعار شاملو رو در مورد مایرو پکل چگونه دیدید؟ آیا ترجمهش ترجمه واقعی بوده یا نه؟ اونها چگونه دیده بوده؟ با عرض تأصف باید بگم اصلا نخوندمش نمیشناسم برای هم اول تا اسمش گفتیم نفهمیدم کیو میگین؟ من ترجمه خود شاملو و اشعارش رو خیلی دوست دارم و خیلی میخونم ولی ترجمهش رو این ترجمه ای رو که اسم بردین نمیشناسم نه اون سکوت حتی سیدی داره سکوت سرشار از نگفتنی هاست نه ولی این ترجمه ای رو که شما سوال میکنین نظرم راجبش چیه خب چون نخوندم نشنیدم نه، نه. میتونم جوابی بدم ولی در هر حال صحبت قبلیتون در مورد فرهنگ من حال حرفتون درسته خب ولی همطور که گفتم فقط این نیست که من چون اون فرهنگ رو میشناسم به آلمانی هم میتونم یا چون آلمانی میمیسم معنیش اینه که اون فرهنگ رو خیلی خوب میشناسم سعی میکنم آدم بالاخره بعد از این همه سال که توی محیطی زندگی میکنه خیلی چیزا رو میفهمه میشناسه یاد میگیره ولی در این حال این دوتا موضوع یکم هم با هم از هم یه جدا هستن که من به چه زبانی هنرم رو ارائه میدم حالا چه توی ادبیات و چه توی نقاشی حتما حتما به این مربوط نمیشه الزاما به این مربوط نمیشه که چون من خیلی سال اینجا هم و چون خیلی وقت خیلی خوب این محیط رو میشناسم پس دیگه طبیعیه که به آلمانی دارم میلیسم اینا به هم به اون شکل مربوط نمیشه بقیه من اما اگر که اجازه بدین من براتون یه چند تا شعر بخونم که یه مقدار شاید خود به خود این صحبتهای ما بهتر بیاد بیرون البته خب طبیعه که این چرا رو من به آلمانی نوشته بودم و به فارسی ترجمه کردم و فارسی رو برای شما میخونم ولی فقط بر اینکه بدونین من حتی به آلمانی هم که میمیسم چه محتوایی داره شعر من چه احساسی توی این شعره از کدوم احساس میاد بیرون و همونطور که گفتم زبان شکل بیرونیشه این مهم نیست که من به فارسی نوشتم یا به آلمانی نوشتم مهم اون چیزیه که به من ایده نوشتن رو میده مهم اون چیزیه که تو حس من هست و میخواد بیاد بیرون حالا چه توی تابلو و چه توی نوشتن من حالا تابلو رو با رنگ و رو روغن کار کردم یا با آبرنگ این فرقی نمیکنه در اصل مثل اینه که منم هم همین الان زبان به چه زبانی نوشتم در مورد شعرم هم همینه که اینو من به کدوم زبان نوشتم اصل موضوع اون حس منه اون محتوای منه اون طرز فکر من اون چیزیه که من میخواستم بیانش کنم و همین دلیل فکر میکنم اگر که البته وارد کار خانوم سهرابی که مدراتسیون رو میکنن نشم ولی شاید اینطوری بهتر حرفای همدیگه رو درک کنیم لطف کردین خانم شاه مرادی ما یک ن... یک نفر دیگه هست که سوال دارن یا میخوان صحبت کنم و بعد از اون امیدوارم بتونیم وقتی داشته باشیم برای گوش دادن به شعر های شما امیدوارم بتونیم ب... وقت اضافه داشته باشیم و اگر فقط اجازه بدین یک نفر دیگه سوال بکنن صحبت بکنم و بعد ام... ام... وقت وقت میدیم به شما تا میتونیم صحبت کن. تا اونجا که وقت داریم شما میتونید صحبت کنید آقای مقیمی بفرمایید خیلی متشکرم خانم سهرابی و خانم شاه مرادی که دعوت کانون رو قبول کردین و تشریف آوردین و بحث بسیار خوبی رو ارائه دادین در واقع شما احساس همه ما رو که از یک کشوری به کشور دیگه اومدیم طور که پریوش گفت به صورت بسیار زیبایی بیان کردیم اون احساسی که من خودم نمیتونم اونجوری بیان کنم که چه مراحلی رو گذروندیم و در این دنیای جدید با چه چیزایی آشنا شدیم چی جوری خودمون رو با این محیط تطبیق دادیم و بردیم جلو با همه اون مشکلات اولیهی که خود شما هم به زیبایی بیان کردیم که احساس می کردید تنهایی در اونجا و برای همین این تنهایی رو با آشنایی با فرهنگ جدید و با محیط جدید تبدیل کردین به یک همبستگی با اون محیط و آموزش از اون محیط برای مثلا درک از اون شرایط و شما گفتین که زبان هنر زبان بین که واقعا همینطوره ولی من شخصا خودم رو این آدمی میدونم که متعلق هستم لزوما به یک کشور نه من متعلق به جهان خودم رو میدونم من احساس میکنم که من به اصطلاح انسانی هستم مربوط به کل جهان هر جا که هستم هستم حالا اگر من میتونم احساس خودم رو به زبان فارسی بیان کنم یا اگر میتونم کمکی باشم به درک توی مسائل فارسی خب اون بخششه ولی در واقع همه ما انسانهای های بین المللی هستیم که اصلا به نظر من اصلا مرزها معنی, معنی نداره بی معنی است در واقعیت جامعه و این بر حال احساس خوبیه بر من سپاس گذارم از صحبتتون و گوش میدیم به شعر های زیبایی شما خیلی متشکرم از صحبتتون و حالا نمیدونم البته خانم سهرابی چقدر وقت دارم اجازه بدیم الان ساعت نو... ما وقت داریم اگه که فکر کنم یه 20 دقیقه حداقل وقت داشته باشیم اگر شما 20 25 دقیقه دیگه وقت داشته باشیم اگر شما دوست دارید شروع کنید بله بفرمایید حالا از اونجایی که من آبادانی و اینو دیگه همه فهمیدین میخوام اولین شعرم عنوانش هست آبادان گلهای بسیار آفتاب بسیار گرمای بسیار همسایگان بسیار، کودکان بسیار، بازی های بسیار، سرگرمی های بسیار، شادی بسیار، زندگی بسیار. خانه ای بود با باقی بزرگ. شعر بعدیم هست مرکب سپید این البته عنوان کتاب آخرمه البته آخر آخر نه ولی کتاب کتابی که من این رو به سه زبون تونستم چاپ کنم در ایران خیلی جالب بود که اینجا من تو اتریش نتونستم به چند زبون کتابمون در بیارم و مجموعه اشعارم به فارسی انگلیسی و آلمانی سخنی که ناشنیده ماند برایت می نویسم بر کاغذی سپید با مرکب سپید تا تنها تو بخوانی برایت می نویسم از شبی در شهری ناآشنا در خانه ای سرد و کم نور که ناگاه بوی قدیم جان گرفت برایت می نویسم از روزی مهالود که شهر مملو از بوی آبادان بود آبادان کودکیم آبادان آباد آبادان گرم هوای گرمش مردمان گرمش برایت می نویسم از عطر و آوای آشنای دور بو خاطره شد آواز خاطره شد شعر خاطره شد نوروز خاطره شد برایت می نویسم از روزها و شبهای تنهایی عشق نگاه های خالی کلمات خالی تمامی را برایت می نویسم بر کاغذی سپید با مرکب سپید تا تنها تو بخوانی شعر بعدی چرا مرا نخواستی چرا این چنین دوری ولی من شکوه و زیبایی تو را میبینم ولی من کوه های پرتوانت را می بینم ولی من گل های اطراگینت را می بویم. ولی من درختان که را می بینم ولی من آسمان درخشانت را می بینم ولی من آفتاب گرمت را حس می کنم ولی من خاک بارآورت را لمس می کنم ولی من مردمان معنوس با منت را می شناسم. چرا مرا نخواستی؟ چرا مرا نگاه نداشتی؟ چرا مرا از رفتن باز نداشتی؟ سرزمین من شعر بعدی باز هم راجب سرزمینم من تو را ترک نکردم. تو مرا ترک کردی. آگاه هم نبود که نیستم، غیبتم را درک نکرده بودم. تو آن را دریافته بودی، تو آن را میدانستی تو آن را ترک کرده بودی. نقشه هایی که من حدس نمی زدم. راه هایی که من نمی شناختم. من میخواستم خنده گلها را بشنوم من میخواستم رقص ستاره ها را ببینم من نمیخواستم دوستی مردمان را ترک کنم من نمیخواستم مهرت را از دل بشویم عشق تو مرا گرمای بسیار میبخشد آنقدر زیاد که ریشه هایم را در اشتیاق خاک دوباره میابم عشق تو مرا نیروی بسیار میبخشد بخشد. آنقدر زیاد که آس که تا آسمان رشد می کنم. من بزرگترین درخت جهانم. از درخت گلهای لطیف می روید. گلهایی که برای تو تصویر می کنم. بر روی درخت پرندگان زیباترین ترانه ها را می خانند. ترانه که برای تو می سرایم. من نمیخواستم تو را ترک کنم. تو مرا ترک کردی. ایران از عشق سخنگویم رنج نمایان گردد. از رنج سخنگویم عشق نمایان گردد از هر دو سخن گویم ایران شگفتم نمایان گردد براتون یک شعری میخونم که چندین سال پیش یک دوست نویسنده داستانی رو تعریف کرد که مربوط به اعدامهای سالهای شست در ایران بود ظاهرا و خیلی خیلی دردناک و خیلی روی من اثر گذاشت و اون داستان این بود که دو جوان یک دو دل باخته زوج جوان که در واقع برنامه ازدواج داشتن قرار بوده که ازدواج کنن و دستگیر میشن به خاطر فعالیت هاشون و اعدام میشن هر دو خانواده های این دو جوان با این حال تصمیم میگیرن که جشن عروسی رو برگزار کنن بدون اونها و این خیلی برای من دردناک و تأثیر گذار بود یک تابلوی بزرگ کشیدم در مورد این داستان و این شعریه که الان براتون میخونم شاید دوباره یکدیگر را بیابیم دلباختگی ما بالاتر از آنچه زمینی است شاید در عالمی دیگر با یکدیگر برخورد کنیم شاید در زمانی دیگر یکدیگر را ببینیم شاید یکدیگر را از موجودی دیگر دوباره بیابیم از دو پرنده آزاد که با هم به آسمان پرواز می کنند همواره با شادی آواز می خانند. روی درخت بازی می کنند و لانشان را بنا می کنند. آفتاب را با خندشان درود می گویند. یا از دو ببر شجاع که با هم جنگل فراخ را بالا و پایین می روند بر رودها غلبه می کنند به نوک کوه دست می یابند و ماه را نوازش می کنند. و از زورمندان بیمی ندارند یا از دو انسان رها شده که در دلدادگیشان به خداوند گاری دست میابند خاک را میبویند بهشت را میچشند بیکرانی را در آغوش میگیرند شاید تجربه کنیم دنیایمان را زمانمان را وجود من را یک شعر براتون میخونم که این رو خب ما تو اتریش الان حالا البته نمیدونم تو محیط اونجا چه جوریه ولی تو اتریش تو اروپا و تو اتریش خیلی با این مسئله این که پناهنده ها میان و دیگه چی میشه و چی نمیشه و ما رو میخوان بخورن و ما رو میخوان بکشن و از این حرفا و من در این مورد هم چند تا شعر نوشتم و تابلو کشیدم حالا این یه اینو براتون میخونم بر دروازه آرزو داریم برگذشته نفوذ کنیم درون من فریاد میزند چرا نبود دیگرگون گذشته را دنبال میکنیم به امید لمس کردنش تا آن را دیگرگونه بنا کنیم گذشته مهر گذشتن از میانش در توانمان ولی در نگهداریش ناتوان آرزو داریم بر گذشته کنیم اشتیاقی ازلی پس از گم کردن بهشت اکنون برابر دروازه ای ناآشنا ایستاده ایم و میپرسیم آنجا چگونه سخن میگویند چگونه رفتار میکنند چه میخورند کجا میخوابند آسمانشان چه رنگی دارد آیا آفتابشان گرممان میکند آیا بوی خوش یاس هم میدهد آیا ما را خوش آمد می گویند؟ ترس داریم می خواهیم بازگردیم آرزومندیم بتوانیم بر گذشته نفوذ کنیم این یک تیکه در واقع شعر دیگه نیست یه مثل قصه است دریا و مرغ دریایی مرغ دریایی ماه را آنقدر زیبا میپنداشت که میخواست سوی او پرواز کند او پرواز کرد و پرواز کرد تا آنکه دیگر نتوانست بر سوده و غمگین که نتوانسته به ماه دسترسی یابد گوشه ای نشست ناگهان صدایی از جرفا میشنود بیا نزد من مرغ دریایی به پایین می... بیا نزد من مرغ دریایی به پایین مینگرد می و دریا را می بیند و در دریا انعکاس نور ماه را بسیار زیبا و درخشان مرغ دریایی صدای آشنا را دنبال می کند و به سوی دریا پرواز می کند دریا و مرغ دریایی با شیفتگی نور ماه را می نگرند و می آن را برای همیشه در خیال خود نگه دارند. دریا شاد است که مرغ دریایی را کنار خود دارد و با او گفتگو می کند. من می خواهم آن باشم که واقعا هستم نه آنچه که از من انتظار می رود. میبینی از من چه ساخته شده و چه بسیار افرادی در من دفن شده اند؟ من همواره آزادی انسانها بودم. آنان به وسیله من از مکانی به مکانی دیگر در حرکت بودند. دنیایشان را وسعت می دادند و بارورتر می کردند. من برای نگهداری از افراد بیجان اینجا نیستم من میخواهم آنان را زنده ببینم خوشبخت ببینم آنان را خندان ببینم من دریای زنده هستم نه آرامگاهی خاموش صداهایی میشنوم که میگویند من بطنم را ترک نکردم که در اینجا جان دهم دریا با آشفتگی میگوید من نمیفهمم خدا کجاست مرغ دریایی او را آرام می کند. با من سخم بگو، من پاسخ می دهم. خدا پاسخ نمی دهد. دریا می گوید چه خوشایند که تو صدای مرا شنیدی و نزد من آمدی. دریا و, در و مرغ دریایی همچنان رؤیای نور ماه را می بینند و ملایم نوازشش می کنن. در مورد مسائلی که در تمام دنیا متاسفانه برای زنها پیش میاد این خشونتی که بر زنها هست و کشتاری که بر زنها واقع میشه که در اتریش خیلی زیاده هر سال آمار میدن هر سال از سال قبل بیشتر و و و و اینها چیزهایی است که من رو خیلی طبیعتم به خودش فکرم رو به خودش مشغول میکنه و اگر فرصت هست یکی دو تا شعر در این مورد براتون بخونم بفهمه. این شعری که الان میخونم در مورد زمانی نوشتم فکر می کنم سال 2012 یا 2013 بود که اخبار توی اخبار گفتن که یک دختر جوان هندی رو که با دوست پسرش در حقیقت بیرون توی خیابون بوده بهش تجاوز خیلی وحشتناکی میشه و به همین دلیلم از دنیا میره و این خیلی منو درد آورد واقعا و این شعر رو نوشتم انتقام تو مرا میکشی برای انتقام نمیدانم چه انتقامی میترسم و نمیدانم کجایی چه وقت میایی کیستی به دست چه کسی کشته میشوم من مرده ام تو بی مجازاتی مکش مرا می خواهم داستانهای زیبا برایت حکایت کنم برمیگرده البته به مسئله که خب ما در داستانهای شهرزاد داستان های یک شب میشناسیم به خاطر اینکه کشته نشه یه کسی داستان تعریف میکنه بعد از آخرین خبری که ما قبل آخرین خبری که شنیدم در وین در اتریش که باز زنی به دست معمولا هم به دست همسرشون یا پارتنرشون کشته میشن این شعر رو نوشتم خشم شجاعت خشمگین بودی انگاه که مرا کشتی شجاع بودی انگاه که مرا کشتی خشمگین بودم آنگاه که مرا کشتی شجاع بودم آنگاه که مرا کشتی من با وحشت مردم تو با وحشت ماندی خشمگینی هنوز شجاعی هنوز وحشت زده ای هنوز ولی دیگر نمیتوانم آرامت کنم. دیگر نمیتوانم دلداریت دهم. دیگر نمیتوانم حفاظتت کنم. من مردهام. این همی که از شعرهای جدیدمه که البته هنوز چاپ نشده آفرینش زن و خدا زن را آفرید و زن مرد را زایید و آنان با یکدیگر جهانی بزرگتر و سرزنده تر ایجاد کردند مرد به وجه نمیآید که او فقط به وسیله زن می تواند وارد جهان شود او نمیخواهد که زن توانا در نور ایستاده باشد بهتر است که او ناتوان در سایه بماند زن به خدا شکایت میبرد از او راه چاره میپرسد خدا پاسخ می دهد کمی شکیبا باش و زن استقامت را نشانه توانایی دانست و استقامت را به زنان دیگر آموخت و دخترانی زایید که استقامت در خونشان جاری است روزی دختران به خدا شکایت میبرند چرا زن را به شکیبایی پند دادی خدا سکوت میکند دختران میاندیشند اگر زن میتواند شکیبایی بزاید ما نیز میتوانیم خدایی دیگر بیافرینیم خدایی سخنگو حالا براتون یه کمی هم شعر عاشقانه میخونم که حالا خوب بشه همه تو را میجویم از باد میپرسم وجود پرمهرت را نشانم میدهد از آب میپرسم روح شفافت را نشانم میدهد از خاک میپرسم وجود امنت را نشانم میدهد از آتش میپرسم گرمیت را نشانم میدهد تو را میجویم ابرها را لمس می کنم درون گلها می گردم از درختها چون پیچک بالا می روم با عشق نجوا می کنم تو را می جویم می پرسم سپیده دم را غروب سرخ را آبی آسمان را و شب را نشانی از تو نیست تو را می جویم و خود را در افسون خداوارت گم می کنم. عشق می بارد. باران می بارد. همه چیز خیز ما خیزیم. خاک خیس است ما در خاک عشقیم عشق میبارد ریشه های من را آب می دهد. ما رشد می کنیم. ما بزرگیم ما نیرومندیم عشق می بارد قبار من را می شوید. ما درخشانیم ما زیباییم ما در عشق میمانیم. ریشه های من خاک را در آغوش میگیرند، خاک از عشق ما می میکند. ریشه های گرم قنچه های من را براک می دهند. گل های رنگین با آسمان بازی میکنند. عشق میبارد. آسمان میدرخشد. ابرها گل هستند ما در باران می رویم ما قطره های درخشانیم ما با عشق می رویم ما عشقیم این شعر رو خیلی سال پیش نوشته بودم و عشق می بارد. در نهایت تعصف امسال شعری با الهام از اون شعر قبلین نوشتم ولی به سبب تمام این اتفاقات دردناکی که در دنیا میفته جنگ هایی که هست کشته شدن و دیدن این مناظر غیرقابل تصور مرگ میبارد خون میبارد بدبختی میبارد درد میبارد نفرت میبارد مرگ میبارد خون میبارد ریشه های من را خیس کند. ما ناتوانیم ما خونالودیم بدبختی میبارد روح من را گردالود می کند. همه چیز تیره خاک قرمز درد میبارد ابرها اسلحه اند تن من شکنجه خورده همه چیز زشت نفرت میبارد ریشه های من خاک را ترک می کنند ریشه های گم شده نفرت من را تقضیه می کنند نفرت خشمگین با زندگی بازی می کند. مرگ میبارد ما در مرگ میمانیم مانیم. ما با مرگ می رویم. ما مرگ هستیم. ولی نمیخوام با این شعر دردناک شما را ترک کنم براتون دوزخ رو میخونم اگر روزی دوزخ در اختیار من باشد دلباختگان را نمی سوزانم عشق بارها آنها آنان را سوزانده چگونه خاکستر را دوباره بسوزانم خاکستر دلباختشان را گرامی میدارم خاکستر رنگینشان را نگاه میدارم خاکستر خوشبختشان را جاودانی می کنم دوزخ را بهشت می کنم از همه شما سپاس گذارم وقتمون فکر می کنم دیگه به آخر رسیده من براتون خیلی شعر پیش بینی کردم به خاطر اینکه نمیدونستم چقدر بحث و گفتگوی ما طول خواهد کشید ولی اگر وقت نیست دیگه به پایان ببرم ما که لذت بردیم خانم شاه مرادی واقعا از شعرهای بسیار زیباتون پر از احساستون واقعا لذت بردیم و امیدوارم باز هم در فرصتهای آینده بتونیم از شما دعوت کنیم مهمان ما باشید در کانون همطور که میدونید هر شش ماه ما میتونیم از سخنرانان قبلی دوباره دعوت کنیم تشریف بیارم ما امیدوارم شما هم یکی از اونها باشید خب من خواستم ببینم کسی دیگه که سوالی نیست سوالی نداری من دیگه جلسه رو به پایان برسونم مثل که کسی نداریم خب بسیار عالی از شما با شما تشکر باستوزارم. از وقتی که در اختیار ما گذاشتیم خواهش بزاشت. میکنم ممنون, بزاشت. ممنون. بزاشت. از وقتی که در اختیار ما شبتون بخیر وقتتون بخیر اونجا نمیدونم برای ساعت ساعت سه صبح الان دیگه ما. نزدیک های ساعت چهار چهار صبح بسیار خوب خوب هفتم هستید و امیدوارم که در کنارتون خیلی خوب بود خیلی همچنین خب خدا نگهدار خدا نگهدار موفق باشید شما ممنون